بسم الله الرحمن الرحیم بیننده‌های عزیز تلویزیون ترو و علاقمندان برنامه سیام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که باشین خوش و خوشحال باشین و امیدوار هستم که از این ماه پر فیض و پر برکت استفاده مزید کرده باشین، چون آهسته آهسته در آخرین دقایق و آخرین روزهای ماه مبارک رمضان قرار داریم. الله متعال جل و علا شانه و طاعات و عبادات همه ما و شما را قبول و مقبول درگاه خود بگردانه. باز هم محمد اصغر وکیلی پوپلزایی با مهمان خیلی ها عزیز خود دکتر فضل الرحیم بصیرت استاد پنزه شرعیات پانتون کابل در خدمت شما عزیزان قرار داریم. شما هم میتونین سوالات دینی که دارین را به 8656 تماس بگیرین بپرسین و هم میتونین که به 8656 پیام بگذارین، سوالات دینی که دارین را مطرح بکنین، ما حتما پیام های شما را نشر میکنیم و از استاد بزرگوار میپرسیم و میتونین که به 456 پیام صوتی بگذارین، سوالاتتان را مطرح بکنین، ما حتما پیام های شما را نشر میکنیم و سوالاتتان را مطرح میکنیم، استاد بزرگوار حتما برای شما جواب میدن. سلام جناب استاد، شما را با برنامه خوش آمدید میگیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین جناب استاد. روزی گذشته نظر به زقی وقت نتانستیم بعضی سوالات هموطنهای خود را پاسخ بدیم. امیدوار هستم او تعداد از هموطنهای ما امروز بینندگی برنامه باشند و پاسخ سوالات خود را دریافت بکنند. ابتدا برادر ما یوسف جان سوال را مطرح کرده بودند، گفتند که قضا اگر نماز فرضی قضایی میشه آیا تکبیر گفته شود، یعنی البته تنها گذار، یک جزء سوالشان بود. و جزء دوم سوالشان این بود که اگر کسی نمازهای نفلی را بروی پدر و مادر یا اقارب خود میخوانه آیا قبول میشن یا نه؟ الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام و علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. هرچی سوال حال از اقامت گفتن بر نماز قضایی یا وقتی، فقه اسلامی میگه اذان اعلان برای غیبین هست و اقامت اعلان برای حاضرین هست. بله. بینه ان امره تو اگر کسی دیگری نباشه و تنها باشی و کسی آمدنی هم نیست، بله، مگر وقت کسی پای را میشوی تو شروع کردی، بله بله، او تو گپ هم نباشه باز اقامت گفتن ضرور نیست. بله بله. بخش دوم سوال ای بوده که نماز خواندن برای مرده های خود، اصل قاعده فقه حنفی است که عبادت بدنی برای دیگران نمیشه. به خاطر است که شما را واضح‌تر بگویم، وقتی که پدر کسی میمره، مردای ما شما که میمرن، ما شما فدیه میتیم، فدیه میتیم، ولیکن با جای زو نماز نمیخاریم. بله بله. با جای زو روزه را نمیگیریم. فقه حنفی با صراحت گفته که با رضا فدیه را بدیم. بله. دوستای تکنیکی اشاره میکنن تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله. برادر بپرسین سوالتان را مطرح بکنید. از لفظی شما را تکیف دارم. بفرمایید برادر. و علیکم السلام و رحمت. و می نمازهای تراویح را که از پیش بانه کم کم بخونید چطور میشه سید؟ و می رد مولوی سید سوال کنید. بله بله. نمازهای تراویح اگر از پیشتان قضا میشه هدف دانمی است که نخوانین. بله بله بله. درست. شما بیننده برنامه باشین، استاد بزرگوار برتان پاسخ میتن. تشکر از تماستان. اما سوال سابقه را وضاحت. بله. بینه انی دوست ما که برای پدر و مادر مرده خود نماز میخوانه، نماز یا عبادت بدنی مشروع نیست، لکن دعا کردن مشروع هست. اما نماز تا بخوان دعا بکو، خدا مو دعا را میرسانه. و مثل که در حدیث صحیح آمده که سی چیز بعد از مرگم به یک انسان میرسه: ولد صالح یدعو له، اولاد صالح که برای پدر و مادر خود دعا میکنه میرسه. اما عبادت بدنی برای آنها نمیشه، عبادت مالی میشه. بله بله. رضوا صدقه کردن و مسجد کاسه خیرات رای کردن و امسایه فقیر چیزی خیرات رای کردن، یا اگر به ذمه آنها زکات منده باشه او را ادا کردن مشروع است. بله بله. جناب استاد، علی اگر کسی نماز نفل میخوانه ثوابش به روی پدر و مادر میبخشه، ای خو پذیرش داره؟ مطابق امو قاعده که ما دارم نی. بله. بلکه دعا صحیح هست. درست درست. یعنی پس از نماز اگر دعا میکنن برشان بلکل اصل شرعی هست. بله بله. یک برادر دیگه از کاپیسا تماس گرفته بودن، گفتن که خودشان معلول هستند و اینطور کار خاصی هم ندارن و دیگرها همراهشان کمک میکنه، آیا اینا میتونن که صدقه فطر را پرداخت بکنن یا نه؟ جوابی از که طوری که از صحبتشان معلوم میشه خودش مسکین است و مسکین مکلف با دادن صدقه فطر نیست. بالخصوص فقه حنفی میگه که دادن صدقه فطر سر کسی واجب میشه که خودش صاحب نصاب باشه. بله بله. یعنی ما شما قبلا نصاب ذکر کرده بودیم که اما کمترین نصاب 27000 باشه. بله. جناب استاد تماس داریم. بله سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ من ناجی هستم از کارتین و مولای صاحب میک بتاکم روزه میگیرم مگرم عبادت نمیکنه. هر چی که میگیم کسی ما زبان میکنه و سر خدا میمانه خواه میکنه هیچ چی نمیکنه و 29 روزم روزه میگیرم. از هم خاطر پرسان کردیم که بله فضیلتش چیه؟ یعنی روزه میگیره فقط دیگه نماز و اینا نمیخونه، درست؟ دیگه بله. تمام روز امرای ما جنگ دعوا غالمغال میکنه، هیچ شوشنه نداره. بله بله، سپاس خواهر عزیزم. شما بیننده برنامه باشین، استاد برتان حتما جواب میتن. تشکر از تماس داد. بله استاد، میشه که از سوالی که برادر ما از غزنی کرده بودن، گفتن که اگر کسی نماز تراویح از پیشان قضا میشه، یعنی نمیتونن که نماز تراویح را ادا بکنن، آیا امکان داره که کم کم قضایی بیارن یا چطور؟ تراویح قضا نداره، سنت هست و بالخصوص در وقت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم با می نظم نبوده، بلکه در وقت حضرت عمر با شکل فیلی تنظیم شده است. اگر کردین خدا توفیق بده، اگر نکردین باکی نداره. بله بله. خواهر ناجیه که از کارتین نو تماس گرفته بودند، در رابطه با پسرشان گفتن روزه میگیرند ولی که نماز نمیخوانند و علاوه با او با فامیل هم با قهر و غصه میباشند بالایشان و جنجال های مشکلات فامیلی هم دارند. یکی روزه میگیره خدا توفیقش بده، بسیار کار نیک است. شما از طریزو بسیار اعتراض نکنین که امی روزه را میلا نکنن. بله بله. امی که روزه میگیره کار نیک است، اما ما دعا میکنیم که خدا او را توفیق بده که درنده نمازم بخونه، اخلاقشان در داخل فامیل امرای پدر و مادر و همگی اخلاق نیک باشه. بله او را نصیحت کنین، امرای زو چوب بازی نکنید. بله بله. چون مسئله است که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى، احسان به پدر و مادر یک امر واجبی هست، فرض است، باید صورت بگیره. جناب استاد، دوستای تکنیکی اشاره میکنن که وقفه داریم، اما شما هم میتونین سوالات دینی که دارین را به 8656 تماس بگیرین، پیام بگذارین، سوالاتتان را مطرح بکنین، ما حتما سوالات شما را پاسخ میدیم. حال وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم، برنامه را تعقیب بکنین، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت اوید از دوستایی که همین اکنون با ما پیوستن. دکتر فضل الرحیم بصیرت با ما هستن و برنامه سیام هست. شما هم میتونین سوالات دینی که دارین را به 8656 تماس بگیرین، پیام بگذارین، بپرسین، استاد حتما بر شما پاسخ میدن. یک تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله بله، سلام علیکم. سلام بدرم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتید؟ برادر قدری. سلام. نیک محمد از جنگلک. بفرمایید برادر. بیدر بابا سیمت سوال دارم، یکی که مولایی سر کنم که من یک موتر دارم، تاکسی قصدار آمدتم، پنج تفل دارم، همین چیز. بله یک موتر تاکسی دارم. بله بله. من دکات از این مدتوان پیسه نخت نیست. خب آیا سرم میشه بتم یعنی چیز دتوان بلا ندارم؟ یعنی هدفتان از صدقه فطر هست یا زکات مال؟ صدقه فطر. سپاس برادر عزیزم، شما بیننده برنامه باشین، استاد حتما برتان پاسخ میدن. تشکر از تماس. سلام علیکم. سلامت باشین. جناب استاد، خواهر ناجی از کارتینه تماس گرفته بودن. بله اینا جواب دادیم. خواهر ما فهیمه از وایسل آباد گفتن که شوهرشان هیچ روزه نگرفتن ولی که فطر روزه ما را دادن، اما فطر روزه خود را هم نپرداختن. آنه چطور میشه مسئله؟ بله، حضرت ابن عباس میفرماید که فرض رسول الله صدقه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم سرسایه را بخاطر طعام مسکینه و بخاطر امو کمی و بیشی که در روزه صورت میگره برای صائم کرده. شوهر تو که روزانه میگره سرزو سرسایه نیست. بله بله. باز هم کار نیک کده، ما کار نیک را نیک میگیم. اگر یک آدم یک کار غلط میکنه دیگه صحیح میکنه، مو صحیحش صحیح میگیم. بله. وی که سرسایه شما را دادگی است، بالکل کار صحیح کرده و بجا هست، شما تشویش نداشته باشید. بله بله. ولیکن خودشان چون روزه نگرفتن دیگه روزه نگرفته سرزو فرض نیست. بله بله بله. بله تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بخیر هستین، خوبه؟ سلامت باشین. تشکر. کی از کجا تماس گرفتین؟ گلمحمد هستم از شهر مزار، شهر زمزم. بفرمایید گلمحمد جان. استاد وقفل کنین ما را. بله تلویزیون اگر وقفل کنین ما را، از استاد بپذیرید
بله بله من پوپلزه هستم، بفرمایید بپرسید سوالتان. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، تشکر. خواستم یک سوال داشتم استاد بزرگوار از استاد. بفرمایید سوالتان مطرح کنید. فقط امور از بعد از عید که شش روز نام روزه بگیرم میگن امیر پای در پای بگیرین یا هم متواتر شش روز مسلسل باید گرفته شود؟ تشکر برادر عزیزم، شما بیننده برنامه باشین، استاد برتان حتما جواب میتن. تشکر از تماستان. بله استاد، خواهر فرشته از هرات تماس گرفته بودند، گفتند که مادرشان 3 سال میشه که شکر دارند و دکتر برشان توصیه کرده که باید روزانه 5 بار غذا بخورند و اگر روزه هم میگیرند گفتند که فشارشان بلند میشه و حلق و گلونشان خشکی پیدا میکنه و اینا به تکلیف هستند. آل روزه را نگرفتند چی کنند؟ یک مسئله، دوم دیگر صدقه فطر سر از اینا هست نیست و سوم فدیه از اینا چقدر میشه؟ ای که روزه خورده با اساس توصیه دکتر متخصص برای او روزه خوردن جایز بوده و سوال بعدی هست که اگر در آینده میتانه به شکل مقطعی قضای روزه خود را بیاره، در صورت قضا واجب است و فدیه را نده. اما اگر شکر از او بسیار پیشرفته باشه و این که او را ضعیف کرده باشه، در صورت فدیه خود را بیتره و فدیه هم هر روزه در مقابل امو اندازه سرسایه را ادا بکنه. بله بله. بخش دوم سوال چی بود؟ بخش سوم سوالشان بود که آیا اینا صدقه فطر هم پرداخت بکنن یا نه؟ اگر بتن خوب سرتای بتا زیرا اصلا روزه سریزی و فرض بوده. بله بله، این ده علاوه به فدیه ای که پرداخت میکنن صدقه فطر هم پرداخت بکنن. سپس سوال دیگه داشتیم، نیک محمد از جنگلک تماس گرفته بودن، گفتن که خودم یک موتر تاکسی دارم و قرضدار هم هستم، آل صدقه فطر بالای ما لازم هست که بتون؟ اگر دوست ما واقعا قرضدار باشه، تکسیرانی میکنه و نفقه روز خود را پیدا میکنه، ما قرضدار هست. اگر قرضدار باشه سر قرضدار روزه سرسایه فرض نیست. بله بله. برادر گل محمد از مزار شریف تماس گرفته بودن، گفتن که روزه 6 روز شوال را چی وقت شروع میشه و در پهلوی از این آیا میتونن که مقطعی روزه بگیرند روزه 6 روز شوال را؟ یعنی حدیث بخاری و مسلم است، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که کس که ماه رمضان روزه را گرفت و بعد 6 روز شوال هم گرفت، روزه ای حیثیت روزه سال و دائمی را داره، اجر دائمی را میگیره. سوال دومش این است که پی در پی بگیرم یا جداگانه؟ هیچ باکی نداره اگر بلی. قادر بوده. استاد با معذرت یک تماس داریم، دوباره برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بپرسین خواهر سوالتان. کی از کجا تماس گرفتین؟ از مزار شریف هستم، من مشکل معده داشتم. بله بله، دیگه نتونستم روزه گرفته، استخوانای من درد میکنه. اینال نمیره چه قسم کفاری روزه بدم؟ روزه را دوباره بزر و خوب شدم بگیرم؟ اگر کفاره بدم آیتای مای مبارک رمضان یعنی؟ سپاس خواهر عزیز، بیننده برنامه باشین، استاد برتان پاسخ میتن. استاد از این سوال شروع میکنیم. این سوال عزیز بوده که تکلیف معده را دارن. اما با معذرت استاد، سوال پیشتر ما تکمیل نشده بود. بله. یاد ما رفت. در رابطه با سوالشان، در رابطه با این بود که مزار شریف گل محمد روزه 6 روز شوال. شش روز شوال. سوالی بوده که ضرور هست که پای در پای بگیرم یا اینکه جدا گرفتم؟ بلکل میتونه که جداگانه بگیری، مثلا پنجشنبه و جمعه بگیری، دوشنبه و سهشنبه و چهارشنبه بگیری و یا پای در پای بگیری. همه که جایده است، فقط 6 روز پوره کردن ضرور است. بله بله. پای در پای ضرور نیست. یعنی در طول یک ماه شوال میتونن که 6 روز رو شروع پوره کنه با هر وقت بر شکلی که کرد. بله بله. سپاس. خواهر ما که تماس گرفته بودن مریض دار، تکلیف معده دارن. بله. گفتن که دلیل معده دارن. با معذرت استاد یک تماس داریم. بله بفرمایید. بله بله سلام علیکم. بله تماس قطع شده. بله استاد مهربانی، این هم شیره من که تکلیف معده داره، اگر تکلیفشان قوی تر باشه، خیلی زیاد باشه، نمیتونه روزه بگیره، یا اینکه دکتر متخصص بگه که تو روزه نبگی، تکلیف تو تیز هست، زیاد هست، طور که گفت که 5 مرتبه باید در روز نان بخوره و گپاره، در اون صورت برای او روزه خوردن جایز است، بخوره. میمونه در آینده قضا بیاره یا فدیه. جواب ما این هست که اگر به شکل مقطعی میتونه کم کم روزه خود را قضا بیاره، باز
قضا واجب و فرض است. اما اگر قادر نباشه فدیه را بدن. سپاس جناب استاد. بیننده عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشین. دوباره خوش آمدید میگیم شما را به ادامه برنامه سیام. دکتر فضل الرحیم بصیرت، استاد پنزه شرعیات پانتون کابل با ما هستند. استاد دکترای فقه دارند و شما هم میتونین سوالات دینی که دارین را به 8656 تماس بگیرین بپرسین. ما در جریان وقفه و قبل از وقفه یک تعداد سوالات را از هموطنان خود دریافت کردیم که حالا از استاد میپرسیم. خواهر ما جمیله از جلال آباد تماس گرفته بودند، جناب استاد گفتند که یک سال مریض بودند، تکلیف گرده داشتند و دوا خوردند، یک روز 12 بجه، یک روز دیگه هم به قسم 2 بجه. حالا مسئله روزیشان چه قسم میشه؟ آیا قضا میگیرند؟ کفاره و فدیه کفارم برایشان لازم هست یا نیست؟ اما قبل از اینکه پاسخ بدین استاد، یک تماس داریم. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ آنندو. بفرمایید سوالتان را مطرح بکنید برادر. سادس هستم. بفرمایید سوالتان را مطرح کنید، بپرسید چی سوال دارید. بله؟ بله؟ بله متاسفانه تماس برادر ما قطع شد جناب استاد مهربانی. همون سوالی که پشتو بود همون. بله بله. برو سوال جواب پشتو. پشتو بله اجازه تو باشه. بله بله. چرا؟ اغه خورد بعد گردی تکلیف لرلو، د گردی تکلیف په اساس باندې په روزه کې ګولۍ خورلې او سره وبیس کلی. په بعضی اوقاتو کې اغه باندې روزه د منځ تلې د خوري روزه دې ماته شوی فقط دغه به قضا یې راوړي. بله. بخش دیگه چی بود از هم شیرا دکتور داشت. گفتن کفاره خو نمیګرته باشه. اغه تابانه کفاره نشته زکه د عذر په خاطر دې روزه خورلې ده او قران کریم فرمایي چې څوک مریض وي یا مسافر وی اغه تا روزه خوراک جایز ده. بله بله سپاس. خواهر ما آمینه از سر کوتل خیرخانه تماس گرفته بودند، اما قبل از او یک تماس داریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم فکر. علیکم السلام و رحمت الله. زنده باشین. تشکر. بپرسید سوالتون. من سوال مختصر میگم مثلا من بسات چند روز روزه را خوردم کمی ضعیف شدم نمیتونستم گرفتم همین چی رقم بدونم چی وقت بگیرم یک موضوع وقت که مریض چی قسم میشه. سپاس برادرم. شما از نظر به مریضی خوردین روزه را دیگه حتما یا از ضعف؟ نه خیر من تو فشار کاری کمی خسته می ساختم بعد بله. بله بله سپاس برادرم. بیننده برنامه باشین استاد برتان جواب میدن. تشکر از شما استاد. بله استاد امینه از سر کوتل خیرخانه تماس گرفته بودن، گفتن که من 3 ماه روزه را کاملا یعنی 3 سال روزه را مکمل ما خوردیم به خاطر طفل دار بودم و دیگر ای که در جریان ای که روزه بالای من فرض شده چقدر روزه ها را ما افطار کردیم نظر به مریضی هایی که داشتیم و به یادم نیست. آره چطور کنم؟ خب ای که در 3 سال بر تو معلوم است که با اساس طفل که داشتین مولود نو روزه خوردین او خو معلوم است او را قضایی بیارین. بله. می منم متباقی که برای تو معلوم نیست آدم میتونه معلوم بکنه به خاطر که از وقتی که به اصطلاح اول جوان شدی و ماهواره آمده از او چند سال میشه 20 سال میشه 15 میشه او را محاسبه بکو و اگر او محاسبه معلوم نباشه بنا ان نوافل ادا بکو و از خدا استغفار بخوای ان شاء الله. برادر ما که از هرات تماس گرفته بودن گفتن که نظر به فشار کار روزه را افطار کردن چند روز روزه را آره چطور کنم؟ جواب ما از دوست عزیز که وقتی که روزه را اول روزی شکی خوردی با امو روزه اول سر تو کفاره واجب است، ادامه ش کفاره نیست. بنا ان تو طوری که سوال تو بوده که 3-4 روز یگانو خوردی ما می تو. بله. اما 3-4 روز روز اولش کفاره هست که در مقابل از او 60 روز روزه را میگیری و متباقی قضا هست. بله بله. اگر توانایی اگر فی الحال توری سفید باشی و قادر به روزه گرفتن نباشی باز بجای از او با مقابل امو روزه اول 60 مسکین نان میدی. بله بله 60 مسکین دو وقت نان داده شود. بله بله سپاس. چای صبح و چشت. بله بله. برادر ما احمد قیس جان احمد یار سوال را پرسان کردن، گفتن استاد اگر کسی صدقه فطر را پرداخت نکنه فراموشش کنه فراموش شوه
بعد از نماز عیدی را پرداخت بکنه، یا یک کسی اگر سوالشان قسمی است که از بیرون برشان پول روان کنه و اینا را بخواین که صدقه فطر را پرداخت بکنین، اینا امروز نتونستن که را پرداخت بکنن یا پیش از نماز عید نتونستن پرداخت کنن، بعد از نماز عید اگر پرداخت میکنن صدقه فطر درست است یا نیست؟ کدام مشکلی نداره؟ بله، صدقه فطر عبادت است از نظر فقه حنفی و عبادت به مرور وقت ساقط نمیشه، مثل که نماز قضای میاری، روزه را قضای میاری، همچنان صدقه فطر اگر بعد از نماز شد قضایش واجب است، اما را بده. بله بله، و قضا هست و مسئولیت شما ادا میشه. خیبر جان تماس گرفته بودن جناب استاد، گفتن که گفته میشه که روز رمضان 29 روز آمد یا 30 روز آمد یا 29 روز، یک روز کم میایه، ای که کم میایه آیا در ثواب هم کدام مشکلی ایجاد میشه یا نمیشه، یا ای که اگر کم میایه چی دلیلی هست که چرا 29 روز هست چرا 30 روز نیست رمضان؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که از شهر ها کذا و ها کذا، دست خدا بالا میکد، یعنی یا ماهای قمری 30 روز می و یا 29 می، و تجربتاً هم فیلحال ثابت است که سال قمری کمتر از سال شمسی و میلادی هست، سال شمسی 365 روز است، اما سال قمری 11 روز کمتر است، یا تقریباً 5-6 روز کمتر است، به او اساس یک ماه 30 روز می، ماه دیگری 29 می. اگر ماه ما شما رمضان 29 شد هم در اجر تفاوت وجود نداره، و اگر 30 روز شد هم اجر کامل است. سپاس جناب استاد از اینکه به برنامه تشریف آوردین. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز سیام، شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم، از دعاهای هنگام افطارتان فراموش نکنین. خدا نگهدار.